پس از تعطیلی بخشهایی از دولت امریکا رهبران دو جناه جمهوریخواه و دموکرات کنگره امریکا چهارشنبه کاخ سفید را بدون دستیابی به توافق بر سر بودجه ترک کردند جمهوری خواهان که اکثریت در مجلس نمایندگان با آنهاست خواهان لغو یا حداقل به تأخیر افتادن اختصاص بودجه به بیمه درمانی همگانی باراک اوباما هستند جمهوری خواهان همان گونه که جان بینر دیروز تلویحا به آن اشاره کرد اگرچه میگویند خواهان گفتگو و مذاکرند اما همزمان و در نهایت خواهان امتیاز ستاندن از دموکراتها هستند تعطیلی بخشی از دولت فدرال امریکا در حالی است که اگر سقف بدهی های این کشور افزایش نیابد دولت باراک اوباما از 17 اکتبر پولی برای پرداخت هزینههایش نخواهد داشت موضوعی که نانسی پلوسی دموکرات را پس از گفتگو در کاخ سفید بر آن داشت تا بگوید که بحث افزایش سقف بدهی ها به خاطر نظم و برای مردم امریکا بهتر است که فعلا از روی میز مذاکره برداشته شود اختلاف نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره و تعطیلی بخشای از دولت امریکا حدود 800 هزار کارمند دولت را اگرچه به طور موقت اما خانه نشین کرده است. خبرنگار یورونیوز از واشنگتن گوید تصور پایان و خروج از نبردی سیاسی زمانی که پیروزی در آن نفعی زیاد دارد آسان نیست و پرتلفات و پرهزینه خواهد بود اما آنانی که در خط مقدمند کارکنان دولت فدرال و خانواده های آنانند با قبوز و اجاره خانه و وامهایی که باید بپردازند و هر روزی که میگذرد صبر آنان لبریز می شود و بیشتر به لب رانده می شود.